سلام، من سپهر درصدی هستم. امروز میخوام با هم بررسی کنیم چجوری میتونید توی نرم افزار رویت انیمیشن تهیه کنید. شما میتونید پروژه‌ای رو که توی نرم افزار رویت مدل سازی میکنید به راحتی ازش یک انیمیشن تهیه کنید، برای حالا بحث نورپردازی و سایه اندازی و یا اینکه بحث معرفی پروژه. برای دیدن این ویدیو آموزشی به وبسایت archive.ir برید و از بخش آموزش‌های رایگان این ویدیو رو تهیه کنید. همچنین به وبسایت ما سر بزنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، کانال آپارات ما رو دنبال کنید، پیج اینستاگرام رو به دوستاتون معرفی کنید و کانال تلگرام فراموش نشید. خب دوستان، برای ایجاد و ساخت انیمیشن توی نرم افزار رویت شما یه سری مراحل خیلی ساده رو باید انجام بدی. شما پروژه رو فرضاً اومدی توی رویت کامل انجام دادی و حالا می‌خوای یک انیمیشن ازش بگیری. انیمیشن دو حالت میتونه داشته باشه، یا اینکه بحث پرزنتای کارت هست، فضاها رو می‌خوای معرفی کنی، یا اینکه مثلا می‌تونی بحث سایه اندازی و آنالیز نور و سایه رو بیای انجام بدی، که حالا ما توی این ویدیو قصدمون برای پرزنت است. البته دو تاش مشابهن. خب برای ایجاد مسیر حرکت دوربینت برای انیمیشن باید از فرمان واکتراوت استفاده کنی. ببین توی کویک اکسس تول بار دیفالت 3D ویو فلش کنار دیفالت 3D ویو رو بزن و واکتراوت، یا اینکه از تب ویو پنل کرییت گزینه 3D ویو این منوی زیرش رو باز کن، گزینه واکتراوت. خب من واکتراوت رو میزنم، مثلا میخوام دوربین اینجا شروع کنه یعنی استارت انیمیشن هم از ویدوم از اینجا باشه، دوربین حرکت کنه و بیاد اینجا وایسه به صورت خطی و روی به این طرف. خب میام چیکار میکنم؟ باید دوربین بزنم. میگم آقا کلیک اول، دوربین اول. بعد ببین بچه ها، اینها دوربین هست اما بهشون میگیم کی فریم. خب حالا میشه گفت فریم های کلیدی، یا بخوایم نیاز به برگردون فارسیش نیست، کی فریم بهش میگیم. تو همه نرم افزارهایی که بتونی انیمیشن رو ازشون بگیری این رو داری. خب مثلا کی فریم بعدی رو من میام کاری که میکنم، مثلا میتونم بیام اینجا بذارم. خب نیاز نیست چند تا دوربین بیام ایجاد کنم. یه بار اسکیپ رو میزنم که از ترسیم بیاد بیرون. خب حالا باید سم جهت دوربینمو بیام درست کنم. همینجور که انتخاب هست، یعنی تمومش کردی، ادیت فاکتورات رو بزن. خب ببین یه دوربین اینجا داری، یه دوربینم اینجا. من این به اصطلاح اون پوینت تارگتش رو میگیرم و روتیت میکنم به این سمت، عمق دیدش رو هم بیشتر میکنم. خب اینجا ببین پریویوس کی فریم، پریویوس فریم نه کی فریم، که بیاد رو دوربین قبلی. حالا بهتون میگم فرق این دوتا چیه. این رو هم دقیقا عمود میکنم به این. و خب یه جای خالی اگه کلیک کنی میگه میخوای از ادیت خارج چی میزنی؟ یس. خب من بیام توی واکتروت اینجا اضافه میشه. بیایم مثلا ببینیم چی درست کردیم. یه بار برای پلی کردنش توی نماش که اومدی فریم دورش رو انتخاب کن، اینجا بزن ادیت واکتر اوت و بزن پلی. ببین دوربین میخوام به این شکل حرکت کنه. موضوع این پروژه هم موزه ماشین هستش. خب این سکوی زیر اینا هایده، من باید درستشون کنم. بسیار خوب. به این شکل. خب من بزنم حالا فریم چی هستش. ببین ما توی این پروژه، توی این مسیر دو تا کی فریم داریم، یکی ابتدایی که انتها، اما چند تا فریم داریم؟ 300 تا. یعنی آقا این مسیر تقسیم به 300 قسمت بشه. خب این مسیر تقسیم به 300 بشه. ببین اینجا روی این 300 کلیک کن. حالا ببین من بزنم next frame. ببین میره فریم بعدی. یعنی من ببین 4 از 300 next frame، 5 از 300، 6 از 300. باید 300 بار کلیک کنم تا برسه آخر. اینها فریم ها هستن، تک تک فریم ها، که باز هم میتونه هر کدوم از اینها رو کنترل کنی. خب اگه خواد این حالا چی هست، این فریم رو واکتروت فریمز رو باز کنی، یه راه سریع و راحت بهت بگم. اول اینکه میخوای دوربین خیلی نرم حرکت کنه، لگ نداشته باشه، فریم پر سکند تو بذار روی 60 فریم بر ثانیه. اما اگه این کار انجام بدی، بذارم حالا یه جایی کلیک کنم یه اپلای بزنم. ببین توتال تایم ویدیوت میشه 5 ثانیه و خب دوربین خیلی تند حرکت میکنه.
اما چجوری میتونی این رو به دست بیاری؟ خیلی راحت. ببین تو مثلا این بر هر ثانیه است دیگه، خب تو میگی آقا من میخوام کل کلیپ مثلا از این ور تا اون ور حرکت میکنه 10 ثانیه بشه. خب 10 ثانیه ضرب در 60، 60 فریم بر هر ثانیه 600. 600 رو اینجا وارد میکنی. اوکی؟ به همین راحتی. ببین 10 ثانیه. خب این دوتا هم کی فریم ها هستن که میگه شتاب هر کدوم روی هر چی چقدر هستش، میشه 4.1 متر بر ثانیه و این هم که توتالش هست. این کار نداری. اوکی پلی کنم اینجا. نه بچه، اون حرکت روونی که گفتم مال خروجی ویدئوی آخره. هر جمع خواستین استوپش کنین کلید اسکپ کیبورد رو باید بزنین. من یه لحظه این سکو رو از هاید در بیارم. آن هاید کتگوری. خب این تا اینجا. حالا اگه مثلا تو سایه رو فعال کنی و این رو مثلا بذاری رو حالت کانسیستنت، ببینیم. خب حالا بیم خروجیش رو بگیریم. فایل، اکسپورت. یه نکته هم بگم، حتما باید توی دید همون واکتروت باشین که خروجیش بگیم. مثلا الان تو پلان باشم، ببین فایل اکسپورت ایمیج اند انیمیشن، بزنم روی واکتروت. ببین حتما باید توی همون ویوی خودش باشی تا بتونی. فایل، اگه 10 تا واکتروت هم داشته باشی توی هر کدوم که باشی همونو خروجی میگیره دیگه، ازت نمیپرسه. ببین چیزی نمیپرسه کدوم واکتروت شماره چند. خب اگه روی آل فریم بذاری همون تنظیماتی که الان اونجا تنظیم کردی، اگه بذاری روی فریم رنج میتونی به تغییر بدی رنجو. از یک شروع بشه تا فریم 600، بیشتر از 600 نمیتونی. محدودت رو اونجا مشخص میکنه، اما میتونی کمترش کنی. من میذارم 600، 60 فریم بر ثانیه. خب اینجا هم که گذاشتیم کانسیستنت، اینجا ابعاد یا همون رزولوشن میشه گفت ویدئوت رو کنترل میکنی. نکته فوق العاده مهم، سعی کنین حتما حواستون رو جمع کنی که میخواین بزنین برای خروجی توی کی فریم اولیتون باشین. ببین ادیت فاکتور اوت که من الان نیستم. ببین حتما این اول مسیر باشین، یعنی این خاموش باشن اینا، چون از هر جا باشه از همونجا شروع میکنه میره تا آخر دوباره برمیگرده و اصلا چیز جالبی در نمیاد و ویدیوتون خراب میکنه. فایل، اکسپورت، ایمیج اند انیمیشن، واک تراوت. خب مثلا اینو میذارم روی 1080. اینو دیگه خودش تنظیم میکنه بر اساس رزولوشن این، یا نه 1440 در 1080 باشه. اوکی. زومش هم که همون 100% خودش باشه و اوکی رو میزنیم. مسیر بهش میدم مثلا روی دسکتاپ. اوکی. اگه آپشن بزنید دوباره همون صفحه میاد، دوباره این و سی. خب این قسمت رو رو حالت میگه مثلا بچه فشردش کنم نکنم اینا، که من همین اوکی رو میزنم. خب بچه ها حالا تا خروجی رو میگیره من توضیحات مربوطه رو بدم. عواملی که تو سرعت خروجی تاثیر گذاره، الان از روی دیوار ساده زود اومد، ببین به ماشینه که داره میرسه داره لگ میندازه. خب کاش من خورشید رو جابجا کرده بودم که نور بیفته داخل. اجها رو هم خاموش کرده بودم، حواسم به اینها نبود. حالا مهم نیست. خب عوامل تاثیرگذار، یکی آبجکت ها هستن. الان خب مثلا ماشین یه آبجکت تبدیل شده از 3D Max و خب خیلی سنگین میکنه کارو، برای همین که داره. این ماشین نبود چند ظرف چند ثانیه یا یک دو دقیقه این میرفت و اصلا سنگینی نداشت. به آبجکت ها مربوط میشه، به نورهات البته نور مصنوعی اگه تو حالت رندر خروجی میتونی خود رندر خروجی بگیری نه بچه ها میتونی رندر شو، ولی خب سیستم قوی میخواد، سی پی یو خیلی قوی میخواد. عرضم به خدمتتون که بجز اینها همین دیگه، آبجکت هایی که توی صحنه است داره دوربین ازشون رد میشه و نورهای مصنوعی و اینجور عوامه. یه نکته هم در مورد این لودینگی که این پایین هست بگم، این نگاه نکنین که 13 تا 100 باید بره، نه این تا 50% میره. ببین الان مثلا تقریبا نزدیک به 200 بشه، 1/3 رفته. خب پس این تا 50%، نگران این نباشین. اینجا هم زمان سپری شده رو مینویسه، زمان باقی مونده رو نمیتونه بهتون بگه. اینجا هم فریم های سپری شده از 600 تا 200 و الی آخر. پس صبر میکنیم تا این مثلا رندر یا پردازش این پروسه تموم بشه تا خروجی کار رو ببینیم. من ویدیو رو استاپ میکنم که این پروسه به آخر برسه.
یکی دیگه از عواملی که بچه‌ها من اینو یادم اومد بگم تأثیر داره توی روند پروسه، اون حالت ویژوال استایلی هست که انتخاب کردی، این حالت کانسیستنت شیدد ریالیستیک رندر، حتی چه جوریه اگه رندر بذاری که خب اگه نورها و متریالات فوق العاده کار کرده باشی یه خروجی واقعا با کیفیت و عالی رو میگیری. حالت ریالیستیک رو هم فقط برای بچه‌های پیشنهاد میکنم که نسخه 2021 دارن استفاده میکنن، چون حالت ریالیستیکش خب فرق کرده، موتور رندرش فرق کرده و خیلی نرم و روون عمل میکنه، وگرنه نسخه قبلی رو پیشنهاد نمیکنم. و اوکی، این از این نکته که من یادم اومد، صبر میکنیم تا پرسه تموم شه. خب همونجور که اینجا میبینیم بچه ها، ببین 48% و دیگه داره تموم میشه، گفتم این تا 50% فقط میره جلو. خب این تموم شد، بریم خروجی رو ببینیم. ببینیم اون این نرمی حرکت دوربین به خاطر اون 60 فریم پر سکنده، 60 فریم بر ثانیه است. هرچی 60 کمتر باشه این موقع حرکت لگ میندازه. ببین چقدر نرم و روان حرکت میکنه. خب حالا بچه ها من تنظیمات نور و سایه و اینا رو وقت برش نذاشتیم، وگرنه خروجی خیلی زیباتری میتونیم بگیریم. خب یه نکته های دیگری بگم در مورد واک تراوت. اینجا بیام واک تراوت رو انتخاب کنم. مثلا شما میخوای این مسیر رو دوربین حرکت کنه، خب حالا انتخابش میکنم ادیت واک تراوت. خب اینجا ببین دوربینا رو دونه دونه درست کنیم، اینجا پریویوس فریم، اینجا پریویوس فریم به این شکل و دوتای نو. خب نو این هنوز تو حالت ادیت باشه. خب بچه ها یه زمان پیش میاد شما میخوای این همینجور که حرکت میکنه بیاد بالا دوربین، یعنی مثلا این صفر صفر، این مثلا یک متر، این بشه سه متر، این بشه پنج متر، این بشه هفت متر، همینجور بیاد بالا. خب این به چه شکل عمل میکنه؟ اینجا همینجور که تو حالت، یا اینکه مثلا میخوای اینا رو جابجا کنی، اصلا میخوای ببریش عقب‌تر. ببین این حالت کنترل رو از حالت اکتیو کامرا به پس یا مسیر تغییر میدی. این دوتا رو بگم چون الان استفاده ندارم، اما الان بگم اد کی فریم، میتونی کی فریم اضافه کنی. ببین مثلا ترجیح میدی اینجا یه دونه باشه، مثلا دوربین میخوای بره پایین، بعد یه ریموو روش کلیک کنی پاک میکنی. خب میذاری رو حالت پس یا مسیر. حالا ببین میتونی اول اینکه مسیر رو تغییر بدی به این شکل، خب هر شکلی که بخوای، و بعد من بیام تو نمای مثلا نمای ایست بیام، یا تو نمای 3D بیام. اینجا به دردمون نمیخوره. واک تراوت انتخاب، شو کامرا که ببینیمش. خب ادیت واک تراوت هست، اوکی. حالا ببین اینو انتخاب میکنم میارمش بالا. ببین اینو ببریم بالاتر، این بیاد اینجا، این بیاد اینجا، این بیاد اینجا. با حوصله یه مسیر مناسب و زیبا رو بهش بدیم. یس. خب ببین ببینیم چی خلق کردیم. من همینجوری فقط تو حالت سیاه و سفید یا همون هیدن لاین میام خروجی میگیرم، یه ذره سایه رو کمتر میکنم. ادیت پلی. ببینی دوربین داره به سمت بالا حرکت میکنه. اسکیپ رو میزنم. یس. اکسپورت ایمیج اند انیمیشن واک تراوت. ببین توی هر کدوم باشم همونه. خب
اینو مثلا باز میذارم همون 60، البته 60 بذارم فکر کنم زمانش خیلی کم بشه، 5 ثانیه میشه. بریم یه ذره فریم ها رو اینجا بیشتر کنیم. ادیت باک تراوت یه مثلا بذارم 60 این باشه، همون 600. خب باک تراوت اکسپورت، بیایم اینجا ایمیج اند انیمیشن واک تراوت، این که همین اوکی هستش. حالا من میذارم 1024 که بچا این رزولوشن رو خیلی تاثیر داره توی زمان خروجی، زمان انجام خروجی گرفتن. خب اوکی، یه دو دیگه تاش اضافه میکنم و یس اوکی و صبر میکنیم تا پروسه تموم بشه. بعد از این یه ترفند دیگه هم بهتون یاد بدم برای حرکت عمودی توی نمای ساختم. خب بچه این خیلی حالا طول میکشه، من خروجی رو که دیگه بهتون گفتم فقط اون مسیر رو میخواستم بگم به جای اینکه حالا وقت برای این بذاریم بریم چیزای مهمتر بگیم. یه نکته ای که هست بچه ها، البته یه مقدارش بکنم در چند ثانیهش خروجی گرفته شد، برای ببین تا هر جا استوبش کنید ذخیره میشه. ببینین حرکت، سرعت حرکت دوربین فوق العاده مهمه، خیلی اصلا تندش نکن. این به نظر من خیلی تنده، یعنی دقیقا 10 ثانیه است به نظر من، بشه 20 ثانیه. خب این از این نکته که باید بگم. بذار نکته مهمتر بگیم برای حرکت عمودی توی نمای ساختمون. میخوای از روی زمین شروع کنی بیای تا پشت بوم، بهترین راه اینه که مثلا بیا یه سیکشن بزنی. من خودم اینجوری کار میکنم، یه سیکشن میزنم میام توی سیکشن. خب مثلا میخوام جلوی این نما یا این پله بیام بالا، بزنیم بیام جلوی مثلا همینجا، اینجا مثلا میخوام حرکت کنم. سیکشنمون کجاست؟ اینجا. خب میام توی مقطع واک تراوت. حالا ببین مثلا میگم از اینجا حرکت کن یا اینجا، اسکیپ رو میزنم، ادیت واک تراوت، دوربین رو میچرخونم، عمق دیدش رو تا انتها میبرم که جایی توی دوربین نصف نیمه نیفته توی تصویر، پریویوس کی فریم و این رو هم ترجیحاً روبرو رو بگیرین، یعنی دید نرمال آدم که بالا و پایین نباشه. دوربین داره روی یک ریل حرکت میکنه، این حتی یه ذره کت شد، یه ذره این صافتر. شما تصور کنین دوربین رو بستین روی ریل یا روی یک کرین که دوربین داره صاف حرکت میکنه میره بالا، دیگه زاویه بهش نمیدیم. خب بیام توی واک تراوت، ادیت، پریویوس، پایین. خب میتونم بیام توی پلان، ادیت واک تراوت، خیلی رفت این ور، من میخواستم اینجا باشه، طوری نیست. کاری که میکنم میخوام مثلا رو به اینجا باشه، نیکست، اینم رو به اینجا باشه. خب اینو مثلا میذارم کانسیستنت. شادو کست روشن، لایتینگش رو کم میکنم، زیاد شد. پلی کنیم ببین به این شکل میتونی توی نما به صورت عمودی حرکت کنی به سمت بالا و در نهایت خروجی بگیری. بسیار خوب دوستان، امیدوارم که مفید بوده باشه. سعی کنید خیلی دنبال، حالا میگم اگه سیستم متوسطی دارین، سیستم خیلی قوی ندارین، سیستم مخصوص حالا رندرینگ و اینها از نظر CPU، به نظرم دنبال همین خروجی ها باشید، یعنی مثلا کانسیستنت و یه سایه و کست شادو هم حتی استفاده نکنید، هم ببخشید امبینت شادو استفاده نکنید، کست شادو یه چیز گرافیکی خیلی بامزه در حدی که کارتون رو پرزنته کنید و نشون بدین. حالا رندر اگه متفاوتی میخواین اون بمونه تو بحث خودش، اما به نظر من این خروجی های گرافیکی به صورت انیمیشن فوق العاده به درد بخور و زیبا هستن، ضمن اینکه کامل کارو دارن نشون میدن. فقط بحث اینه که متریال ها رو خوب درست کرده باشه. الان اینجا متریال ها جا مونده این لبه ها. خب
ممنون که همراه هم بودین تو این ویدیو. سبز باشید و پایدار.